با مجموعه خبری ساعت 10 خوش آمدید. سرخط خبرها. ساعت شماری برای برگزاری لوی جرگه مشورتی. هزینه های کلان، مشوره های بی الزام. ایران نماینده مردم افغانستان است. یک تصمیم خواد گرفتن که از جانب مردم افغانستان نمایندگی میکنه. شهروندان کشوری قربانی حمله های انفجاری. در یک انفجار در نیمروز 7 غیر نظامی جان باختند. این گونه حملات ناگوار، این گونه حادثات انفجاری قابل قبول مردم افغانستان نبوده و جنایت است در حق انسان های بیگناهی که صورت میگیرد. صفکشی دختران هراتی برای ورود به نهادهای تحصیلات عالی. 59% شرکت کنندگان آزمون امسال کنکور در هرات دختران هستند. آمادگی ما در حد از این بود که مثلا به خون آمادگی بگیرین و تا مشکلات اینا خیلی سخت. و یک نوزاد 4 روزه در میان زخمیان انفجار در لبنان. به نام خدا و شب شما بخیر. حکومت از نهایی سازی آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح تا یک روز دیگر خبر می دهد. کمیته روابط عامه لوی جرگه مشورتی صلح می گوید که نزدیک به 2000 تن از نمایندگان مردم از سراسر کشور در این جرگه درباره چگونگی رهایی 400 زندانی طالب ریزنی ها را آغاز خواهند کرد. حکومت برای برگزاری این جرگه 330 میلیون افغانی هزینه اختصاص داده است که از بودجه ملی پرداخته خواهد شد. انیسه شهید گزارش می دهد. فرجامین آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح. این جرگه به روز جمعه با سخنرانی رئیس جمهور آغاز خواهد شد و سرنوشت 400 زندانی طالب را رقم خواهد زد. چگونگی رهایی زندانیان طالبان و چگونگی گفتگوهای صلح آجندای این جرگه هند. پدی جرگه که ده 400 بندیانو پا اره د جرګې غړو ته معلومات ورکول کېږي چې دا څوک دي، څومره په لویه اندازه مجرمین دي، اختطاف چیان دي، پکې قاچاقبران دي، پکې دغه راز د غټو حملو عاملانو طرحان دي. مثلا د زنبق د څلور لارې طرح پکې دی. په دې 400 کسانو کې به صورت ریز و به صورت مشکافانه روی عظمی آجندا صحبت های صورت خواهد گرفت. اینا نماینده مردم افغانستان است. یک تصمیم خواهد گرفتن که از جانب مردم افغانستان نمایندگی میکنه. جرگه مشورتی صلح که قرار است 3 روز ادامه یابد 330 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. در همین حال جوانان و فعالان جامعه مدنی با گرد آمدن در شهر هرات از هزینه های هنگفت این جرگه سخت انتقاد میکنند. برای 3 روز شما برای یک نفر 1,60,000 افغانی اختصاص میدین که او بیای به یک جرگه نمادین که نتیجه هم از قبل مشخص شده و اینا باید راه بشن. یک مملکت غریب هیچ وقت توانایی رو نداره که به 3 روز 330 میلیون افغانی به خرج برساند. این فقط خاک پاشاندن به چشم مردم، بازی به افکار مردم و سنگ اندازی در روند صلح‌سازی. هزاران تن از نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این گرد همایی بسیج شدند. شرکت کنندگان از ولایت ها در زمان کوتاهی و بیشتر در هواپیماهای نظامی و غیر نظامی به کابل انتقال یافتند. در جایی که در مسیر آمدن اعضای جرگه مشورتی سال مشکل امنیتی وجود داشت، وزارت دفاع افغانستان در مسیر را امنیت تامین کرده و برنامه انتقال اعضای محترم جرگه مشورتی سال به کابل موفقانه به پایان رسید. اطمینان میتیم که همه نیروها تلاش میکنن که امنیت و آرامش را به گونه‌ای که لازم است تامین بکنن. قرار است فردا در حدود 2000 تن از نمایندگان مردم در همین تالار روی آزادی زندانیان برای 3 روز بحث و گفتگو کنند. با آنکه پیش از این گفته شده است که ترکیب کمیته ها و رئیس این جرگه بر بنیاد ترکیب لوی جرگه سال پیش خواهد بود، اما اکنون مسئولان میگویند که احتمال دارد عبدالله عبدالله و یا معصوم استانکزی ریاست جرگه مشورتی صلح را داشته باشند.
در همین حال کمیته تامین امنیت لوی جرگه با حضور جنرال اسکات میلر فرمانده کل نیروهای خارجی برگزار شد. دفتر رسانه های شورای امنیت ملی میگوید که حمدالله محب مشاور امنیت ملی نیز در این نشست حضور داشت و در آن درباره تامین بهتر امنیت جرگه گفتگو شد. این نهاد میگوید که نیروهای ناتو نیز در تامین امنیت کمک میکنند. در انفجار یک ماین کنار جاده در نیمروز 7 غیر نظامی جان باختن و یک تن دیگر زخم برداشته است. مقامهای محلی میگویند این رویداد هنگامی رخ داد که موتر حامل غیر نظامیان در نزدیک مرکز ولسوالی خاشرود با یک ماین کارگزاری شده در کنار جاده برخورد کرد. نصیر احمد صالحی گزارش میدهد. از یک موتر مازدا که 8 سرنشین داشت تنها این نشانه بر جا مانده است. مقام های محلی در نیمروز می گویند که این موتر غیر نظامیان در نزدیکی مرکز ولسوالی خاشرود با ماین کنار جاده برخورد کرد و در نتیجه 7 سرنشین آن جان باختند و یک تن دیگر زخم برداشته است. 8 نفر از هموطنان ما که می خواستم را یک موتر مازدا برای آبتنی برن سر امودریای خاشرود دین روز را ایمن برخورد کردن و 7 نفرشان شهید شدن و 1 نفرشان به شدت زخمی گردید. قربانیان این رویداد برای میله بر رودخانه ولسوالی خاشرود می رفتند که در مسیر راه با این ماین برخورد کردند. این گونه حملات ناگوار، این گونه حادثات انفجاری قابل قبول مردم افغانستان نبوده و جنایت است در حق انسان‌های بیگناهی که صورت می‌گیرد. حادثات زیادی بوده که بر اثر امین‌گذاری گروه‌های مخالف هموطنان ما به شهادت رسیده و برخورد کرده به زمین‌ها. عالمان دین در نیمروز کشتار غیرنظامیان و انفجار این گونه ماین‌ها را نکوهش می‌کنند و از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به زندگی غیرنظامیان حرمت بگذارند. ریختن خون انسان بدون موجب او از نظر شرعی رد است و هر کسی که این کار را انجام می دهد او خلاف معتقدات اسلام این فعل را انجام داده است. مقام های محلی در نیمروز می گویند که این ماین به تازگی از سوی طالبان برای آماش قرار دادن نیروهای امنیتی کارگزاری شده بود، اما طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. 59% شرکت کنندگان آزمون امسال کانکور در هرات دختران هستند. رئیس دانشگاه هرات میگوید که 13,000 تن از این ولایت در آزمون کانکور که امروز برگزار شد شرکت کردند. وزارت تحصیلات عالی میگوید که امسال 125,000 فارغ صنف 12 در دانشگاه ها و نهادهای تحصیلی نیمه عالی کشور جذب خواهند شد. فریبا آرام گزارش می دهد. رویای بزرگی دارد. نجیب 19 ساله دوست دارد مهندس نرم افزار شود و نمادی از توانایی معلولان را به نمایش بگذارد. او از نبود راهرو ویژه معلولان شکایت دارد و می گوید به سختی خودش را تا طبقه دوم این ساختمان دانشگاه هرات رسانده است. این جوان معلول هراتی امروز برای سپری کردن آزمون کانکور آمده است. هیچ نوع محدودیتی وجود نداره. محدودیت اصلا در انسانی وجود نداره. همه ما میتونیم مانند قشرهای دیگر جامعه ما میتونیم از استفاده نماییم، از درس بخونیم، مسئول باشیم، کامپیوتر بخونیم، همه چیز را آموزش بگیریم. بیشتر شرکت کنندگان آزمون کانکور امسال میگویند که ویروس کرونا و بسته شدن مرکزهای آموزشی ضربه بزرگی بر آمادگی‌هایشان برای شرکت در این آزمون زده است. کرونا خود شما میفهمید که برای همه، نه تنها برای ما، برای همه مردم مضر بود و ما 6 ماه تقریبا از برنامه عقب انداخت، ولی بازم کوشش و تلاش قربه کردیم که به رشته دلخواه بفتیم. آمادگی ما هم در حد ازی بود که مثلا به خون آمادگی بگیرین و تا مشکلات اینا خیلی سخت بود، چون آدم یک سال آمادگی میگیره و او آمادگی آدم در زندگی خیلی سرنوشت ساز میباشه. سطح پذیرش دانش آموزا به پانتون ایراد خیلی بسیار زیاد کمه، منتها خواهش ما از دولت همینه که همین سطح جذب محصلین به دانشگاه ایراد بالا. آزمون کانکور امسال در سایه ویروس کرونا و با رعایت تدابیر بهداشتی برگزار شده است.
قبل از 3 روز می گرفتیم، در 6 روز می گیریم یا در 6 تایم می گیریم. و داوطلبان ما که در گذشته ها در یک صنف اگر 40 نفر داوطلب ما در امتحان میشوندیم، بان که دمو امتحان کنکور ما معمولا فاصله اجتماعی در نظر گرفته میشه و به خاطر از اینکه فاصله ها بیشتر باشه و مطمئن تر باشیم که ویروس انتقال نمیکنه و بالاخره باعث شیوع ویروس نمیشه. با این حال رئیس دانشگاه هرات میگوید که از میان 13,000 داوطلب آزمون کنکور امسال 59%شان را دختران میسازند. نزدیک به 2567 تن محصل ما از کنکور عمومی و در حدود 1000 و بیشتر از او هم از طریق امتحانات اختصاصی و بخش ماستری خود ما پذیرش داریم که در پوهنتون هرات که کلا نزدیک به 3700 چند محصل میرسه. امسال دانشگاه ها و نهادهای تحصیلی نیمه عالی ظرفیت پذیرش 125,000 دانشجو را در کشور خواهند داشت. سرپیچی زورمندان از قوانین ترافیک و نیز تشکیل کم در مدیریت ترافیک شهر کابل این نهاد را واداشته است که در شماری از چهارراه‌های مزدحم شهر موانع متحرک بگذارد. همکنون 570,000 موتر شخصی در کابل رفت و آمد دارند و به گفته مدیریت ترافیک شهر کابل این شمار رو به افزایش است. تمیم حمید گزارش می‌دهد. چهارراه برکی کابل از مزدحم‌ترین بخش‌های این شهر به شمار می‌رود. افزایش روز به روز این ازدحام، پلیس ترافیک کابل را واداشته است که از چندی بدین سو این موانع متحرک را در این چهارراه بگذارد. کاری که به باور باشندگان این بخش کابل تا اندازه ازدحام در چهارراه برکی را کم کرده است. مردم مریض داره، مردم مشکلات داره، با وظایف خود خود می‌رسانه. همین طرف مشکلات ترافیکی باعث میشه که مردم اما مریض شو یا درای تلف شو یا هم به وظیفه خود به وقت نرسه. همشهریای محترم ما امی قانون ترافیک مراد نکردن و بیشتر در چهارراه‌ها و مثلا بعضی جاده‌ها ازدحام صورت گرفته. به می خاطر فکر کنم ترافیک به این مجبور شد کمی رقم یک کار انجام بده. مدیریت ترافیک کابل می گوید که مشکلات چون کمبود تشکیل پلیس ترافیک کابل و نیز سرپیچی های کسانی از قوانین ترافیک این نهاد را واداشته است تا برای جلوگیری از ازدحام در بخش های از شهر و گذاشتن موانع متحرک بپردازد. اکثرا التزورواکی یا هم خلاف ورزی کیگی در تنفیذ قانون دپاره چه به وکلش پلیس ترافیک سره یو همکار وسی نو د دغه وجه لپاره هغه متحرک بندیزونه یا موانع په شپږ څلور لارو درې لارو تنظیم شول. تنها کابل نه بل شهرهای دیگر از کشور هم گواهی مشکلات گسترده ترافیکی هستند. هرات یکی از همین شهرهاست. در هرات خرابی چراغ‌های ترافیکی از علتهای اصلی ازدحام و رویدادهای ترافیکی دانسته می شود، چیزی که بر سرپیچی‌های مردم از قوانین ترافیک افزوده است. خودم مردم کمی موتورای ویژیر دارم، قانون ترافیک مراد نمیکنم و مشکل هم خود دولت داره. وقتی چراغ نباشه خب موتورم نمیسته، اگه چراغ باشه قانون مراد میکنم، بیشتر 90% حداقل مراد میکنم. در این میان مدیریت ترافیک هرات نبود بودجه را از علتهای اصلی فعال نشدن کامل چراغهای ترافیکی در این شهر میداند. برای ما هیچ نوع تخصیص و بروزی در قسمت ترمیم از اینا و یا تاسیس نوع از اینا دوباره به دسترس ما گذاشته نشده. به گفته مدیریت ترافیک هرات، نصب چراغ‌های ترافیکی تازه در هر چهارراه این شهر 100,000 افغانی و ترمیم چراغ‌های ترافیکی در هر چهارراه 20,000 افغانی از این عبر می‌دارد. خانواده‌های قربانیان جنگ در کندهار خواهان برقراری صلح همیشگی در کشور هستند. خبرنگار تولونیوز در کندهار با آن خانواده‌های گفتگو کرده است که عزیزانشان را در جنگ از دست دادند و اکنون انتظار دارند تا در گفتگوهای صلح حقوق خانواده‌های قربانیان جنگ نادیده گرفته نشود. تا لحظات دیگر. شرکت توسعه ملی متهم به ویرانی و خودسری. ادامه خبرها. ده‌ها تن در واکنش به حمله هفته پیش نظامیان پاکستان در اسپین بولدک امروز در این ولسوالی دست به راهپیمایی زدند.
این معترضان که در نزدیک دروازه چمن گرد آمده بودند با سردادن شعارهای ضد پاکستان، اقدام پسین نظامیان پاکستانی را نکاهش کردند. آنان هشدار دادند که اگر نظامیان پاکستان بار دیگر دست به این گونه تحرکات بزنند، پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. در حمله هفته پیش نظامیان پاکستان بر ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، دست کم 15 تن جان باختند و 80 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان شهرک خواجه‌رواش در کابل میگویند که شرکت توسعه ملی 200 متر دیوار شفاخانه تازه ساخته شده این شهرک را خودسرانه شب هنگام ویران کرده است. باشندگان این شهرک این کار شرکت توسعه ملی را محکوم می کنند. باشندگان این شهرک از حکومت می خواهند که دستور دهنده این کار را زیر پیگرد قرار دهد. اما مسئولان شرکت توسعه ملی می گویند که دیوار این شفاخانه در برابر ساخت و سازهای مربوط به این شرکت مانعی بود و از همین رو تخریب شد. نبیله اشرفی گزارش می دهد. باشندگان شهرک خواجه‌رواش می گویند که 200 متر دیوار احاطه‌ای شفاخانه این شهرک را شرکت توسعه ملی شب هنگام خودسرانه ویران کرده است. باشندگان این شهرک می گویند که این شفاخانه 100 بستر با دادخواهی‌های مردم این محل با هزینه 53 میلیون افغانی بر گستره 9 جریب زمین ساخته شده است. یا آمده به نام انکشاف ملی هیچ کس در جریان نیست، سر به خود 200 متر دیوار یا از بین بردیم. به طور ظالمانه آمده دیوار شفاخانه را چپه کرده. اینا به خاطر پارکینگ موتر خود احاطه شفاخانه را چپه میکنن که میگن ما پارکینگ جور میکنیم، دیگه بسیار یک جای شرم‌آور و خجالت آور است. باشندگان این شهرک که انتظار مجهز شدن این شفاخانه از سوی وزارت صحت عامه هستند، میگویند که کار را که شرکت توسعه ملی انجام داده است در تضاد منافع ملی است. قرار است که امروز فردا افتتاح شود، چنانچه شما میبینید حتی میز چوکی و تشکیلات اداری همه جور است. در سال 1383 به اساس حکم رئیس جمهور وقت جلالت ما بامد کرزی 21.9 جریب زمین به نام شفاخانه به وزارت صحت عامه سپرده شد. متاسفانه وزارت صحت عامه در نتیجه تعللی که داشت، خوب ما از او چه بگیم که ملکیت وزارت صحت عامه را تصدی خانه سازی به کرایه داده بود که اینجا پارکینگ موتر شد. شرکت توسعه ملی به وزارت صحت عامه نیز نگفته است که دیوار شفاخانه وی را ویران می کند. به اساس سوء تفاهم دیوار شفاخانه را تخریب کردند. قرار است که از طرف ما مکتوبی روان شود به انکشاف ملی که سوء تفاهم را حل بسازد تا این مسئله حل شود. اما شرکت توسعه ملی می گوید که این دیوار مانع ساخت و ساز در این محل بود و این دیوار را از سر خواهند ساخت. چون ساختمان دیگری ساخته می شود در اون ساحه، اما به این معنی نیست که ما دیوار را به اصطلاح کاملا نابود می کنیم. دوباره دیوار در اونجا به اون شکلی که هست در دوباره ساخته میشه. بله. باشندگان شهرک خواجه‌رواش میخواهند که حکومت عاملان ویران ساختن دیوار شفاخانه را زیر پیگرد قرار دهد. تا لحظات دیگر، رد احتمال بیرون شدن MTN از افغانستان. باز هم خوش آمدید. اداره تنظیم خدمات مخابراتی می گوید که رهبری شرکت MTN در افغانستان اطمینان داده است که بیرون شدن از افغانستان در اولویت های این شرکت نیست و تا هنوز هیچ تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. این اداره به نقل از شرکت مخابراتی MTN می افزاید که بیرون شدن احتمالی شرکت MTN از شرق میانه در چارچوب راهبرد 5 ساله این شرکت پیشنهاد شده است که بیرون شدن از سوریه در آن اولویت دارد. حیدرشاه امید گزارش می دهد.
شمار از رسانه های جهانی از جمله بلومبرگ و رویترز به نقل از راب شوتر رئیس اجرایی شرکت MTN از تغییر راهبرد این شرکت برای بیرون شدن از شرق میانه به شمول افغانستان و تمرکز بیشتر به افریقا خبر دادند. در این گزارش ها به نقل از رئیس اجرایی MTN گفته شده است که محیط شرق میانه به گونه روزافزون پیچیده می شود و سهم این بازار در درآمدهای شرکت اندک است. ظاهرا تصمیم کاملا اقتصادی و تصمیم مالی است، یعنی به این معنا که اینا که در 20 کشور دنیا فعالیت دارن، 3 کشورشان که شامل افغانستان، سوریه و یمن می باشه که هر صدای از اینا مناطق پرتنش، متشنج و با عایدات بسیار کم می باشه که از هر 3 کشور گفته بودن ما حدوداً 4% مفاد ما را تا درآمد ما را در گروه تشکیل نمیده. افزون بر افغانستان، یمن و بویژه سوریه 3 کشور گفته شدند که ممکن است این شرکت در گام نخست از آنها بیرون شود. اما اداره تنظیم خدمات مخابراتی میگوید که بررسی چگونگی بیرون شدن از افغانستان در اولویت شرکت مخابراتی MTN نیست. په افغانستان کې د نورو هیوادونو په پرتله د MTN لپاره چې هغه ریپورت کې ذکر شوی دی، د MTN لپاره شرایط ډیر ښه دي، نو په نږدې وخت کې یا په لنډ وخت کې دغه امکان هم نه لري. آگاهان بخش فناوری همواره گفتند که جدا از چالش‌های امنیتی و مشکلات دیگر، بازار کوچک افغانستان برای فعالیت 5 شرکت مخابراتی مساعد نیست و این شرکت‌ها نخواهند توانست سود لازم را از این بازار به دست بیاورند. مشکل اساسی است که دولت از شرکت‌های مخابراتی پشتیبانی نمی‌کنه، حمایت گسترده نیست، تکس، مالیات، مصارف طبیعی از زیاد از بی اساس شرکت‌های مخابراتی مجبور به این میشن که فعالیت خود متوقف بسازند. شرکت مخابراتی MTN بیش از 6.3 میلیون مشترک در افغانستان دارد که از این میان نزدیک به 3 میلیون مشترک آن از خدمات اینترنتی این شرکت نیز کار می‌گیرند. تا لحظات دیگر، دعوای بی پایان هند پاکستان بر سر کشمیر، ادامه خبرها. شمار تلفات انفجار مرگبار دو روز پیش در شهر بیروت به 135 تن و شمار زخمیان این رویداد به بیشتر از 5000 تن رسیده است. در همین حال چندین مقام بندر بیروت تا انجام بررسی علت این انفجار در بازداشت خانگی قرار گرفتند. یک نوزاد 4 روزه یکی از زخمیان این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته است. پاکستان خواهان برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی درباره کشمیر شده است. همزمان با یک سالگی یکجاسازی کشمیر زیر اداره هند به آن کشور، اعتراضات در پاکستان نیز ادامه دارند. سپاسگزارم از همراهیتان با طلوع. و در طلوع نیوز نگاه دوباره به سرخط خبرها. ساعت شماری برای برگزاری لوی جرگه مشورتی. شهروندان کشوری قربانی حمله های انفجاری. صفکشی دختران هراتی برای ورود به نهادهای تحصیلات عالی. و یک نوزاد 4 روزه در میان زخمیان انفجار در لبنان. 1030 سرباز از مرکز تعلیمات مشترک محاربوی کابل فارغ شدند. فرمانده واحد آموزش و پرورش وزارت دفاع ملی میگوید که این سربازان پس از 3 ماه آموزش های نظامی اکنون آماده دفاع از کشور و رفتن به میدان های جنگ شده اند. از سوی دیگر، هرچند جنگ ها در بخش های گوناگون کشور شدت گرفتند و حکومت از تلفات بلند نیروهای امنیتی سخن زده است، اما مسئولان ارتش روند جلب و جذب را قناعت بخش
می دانند. فریبا سادات گزارش می دهد. مراسم فراغت بیش از 1000 سرباز با آمادگی های ویژه در مرکز تعلیمات مشترک محاربوی کابل برگزار شد. اینان تازه فارغان هستند که پس از 3 ماه آموزش های نفسگیر نظامی اکنون سند فراغت می گیرند و در حالی که استوار گام برمی دارند می گویند که برای دفاع از میهن آماده هستند. سرنگه چه زمونگه هیوات غمزپله درزپله او کردیدله و جنگیدله هیوات ده مونږ هم وغوښتل چې د ځوان نیرو مونږه د خپل وطن لپاره خدمت وکړو او مونږ راغلو د ملي اردو لیکو ته دلته به ځان څه وکړو. نو غواړو چې د همدې لارې خپل وطن او خپل هیوادوالو ته صادقانه او شجاعانه خدمت وکړو. خاص ما از حکومت است که ما را بیشتر حمایه وکنن اردوی ملی را تا که بتانیم د سنگرات دشمنان قسم خورده را جواب دان ناشکن بتیم. د خپل تعلیمات نه ډیر زیات خوشاله یم په خاطر د دې چې مونږ وتوانې دل سو چې هر څه مو یاد کړی دي او نور غواړو هم که کمانډو ته لاړ شو یا نور علی نو تحصیلات ته لاړ شو ډیر بز مونږ خوی خواه. فرمانده واحد آموزش و پرورش وزارت دفاع ملی این دوره آموزشی را برای این سربازان اندک می داند و بر آموزش های بیشتر این نیروها تاکید می ورزد. ما و شما آماده باشیم با پاسخگویی و جواب دندان شکن به دشمنایی که دایه صلح ملک لبیک نمیگن و هر روز با کشتار و خونریزی ادامه میدن. بنان ما و شما آمادگی خود دمی راستا حفظ میکنیم. در حالی که بار اصلی جنگ بر نیروهای امنیتی کشور است و حکومت از تلفات بلند نیروهای امنیتی در حمله های طالبان سخن زدند، اما مقام های ارتش روند جلب و جذب را قناعت بخش می دانند. جلب و جذب ما فعلا در حد قناعت بخش است و زمانی که ما مسئولیت اینجا را به دوش گرفتیم مدت 7 ماه گذشته تماما کندک های تعلیمی ما مداوم داریم. انشاءالله قناعت بخش است و کدام تشویش و نگرانی از این آیه نداریم. رئیس جمهور غنی نزدیک به 2 هفته پیش اعلام کرد که پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان این گروه حمله هایش را بر نیروهای دولتی افزایش داده است و در نتیجه این حمله ها بیش از 10700 نظامی افغان کشته و زخمی شدند. پزشکان در بلخ میگویند که در 3 روز عید قربان 55 زخمی به علت رویدادهای ترافیکی در شفاخانه بو علی سینای بلخی در مزار شریف برای درمان آورده شدند. آنان میگویند که قربانیان رویدادهای ترافیکی در روزهای عید در مقایسه با روزهای دیگر 65% افزایش را نشان میدهند. عارف موسوی گزارش میدهد. نظیر الله یکی از 10 قربانی رویدادهای ترافیکی است که اکنون در شفاخانه بو علی سینای بلخی در مزار شریف زیر درمان است. می گوید که 7 ماه از عروسیش می گذرد. چند روز پیش با یکی از دوستانش سوار بر موترسایکل بودند که با یک موتر برخورد کردند و هر دو زخم برداشتند. می گوید که دوستش زخمی جدی برداشته است و توانایی سخن گفتن را ندارد. از ما 7 ماه پیش عروسی کردیم و بیچاره نامزاد بود. بی خوب گپ زدن هم میتونم. پای ما دو جوگه شکسته است. دستم شکسته. گرده هم پای رده شد. کنده شد حال دوخته. بس پایم درد میکنه. بغلی ما اوگار است. شایم کلگیشه. زخم است. در کنار رویدادهای مرگبار برخواسته از جنگ و انفجار ماینها، گاهی هم رویدادهای مرگبار ترافیکی نیشتر دیگری بر زخم ناسور شهروندان کشور شده است. مسئولان بهداشتی در بلخ میگویند که شمار قربانیان رویدادهای ترافیکی در 3 روز عید قربان در مقایسه با روزهای دیگر 65% افزایش را نشان میدهد. در روزهای رخصتی و عید ما واقعیت ترافیکی زیاد داشتیم که در مجموع 55 واقع از اکسیدنت خرد و کلان داشتیم که شامل 28 مریضی از این شامل بخش جراحی عمومی می شد که 3 خانم و 25 مرد و باقیش مربوط به ارتوپیدی می شد که شامل 21 مرد و 6 خانم بله. شامل اطفال هم می شه بله.
موترهایی که به علت رویدادهای ترافیکی آسیب دیدند به توقفگاه اداره ترافیک بلخ انتقال داده شدند. مسئولان محلی بلخ میگویند که این رویدادها به ارزش میلیون ها افغانی زیان مالی بر جا گذاشتند. پلیس بلخ میگوید که روزانه بین 50 تا 100 موتر به علت رویدادهای ترافیکی مؤاخذه، جریمه و یا به توقفگاه انتقال داده میشوند. اصلا دلیور نیستند. شوقی هستن سر جلوی موتر میشینه بدونی که اصلا لیسانس داشته باشه. موتر ای میکنن بالاخره حادثه میکنن. یادسات در روزای هید همیشه در روزای خوشی ها و در روزای هید و در روزای جشن ها یادسات زیاد میشه. پلیس بلخ میگوید که شمار به داشتن گواهی نامه رانندگی میکنند و یا در هنگام رانندگی با دیگر سرنشینان موتر شوخی میکنند که در نتیجه موتر از ادارهشان بیرون شده و سبب رویدادهای ترافیکی میشوند. یک روز پس از مخالفت رئیس مجلس نمایندگان با برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، هیئت اداری این مجلس امروز فیصله کرد تا در این جرگه شرکت کند. این تصمیم مجلس نمایندگان پس از آن تغییر کرد که بامداد امروز معصوم استانگزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح با اعضای مجلس دیدار کرد. شریف امیری گزارش می دهد. در آغازین ساعت‌های روز معصوم استانکزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال برای رایزنی به مجلس نمایندگان آمد. گفتگوهای آقای استانکزی ساعت‌ها در پشت درهای بسته با اعضای مجلس نمایندگان ادامه داشت و سرانجام آقای استانکزی توانست که اعضای مجلس را به شرکت در این جرگه خانه بسازد. سلام سلام رئیس صاحب، خوب هستین؟ چیز نتیجه داد گفتگوهایتان؟ اما هنوز هم نشست سری اعضای مجلس نمایندگان دو ساعت دیگر ادامه یافت. ولس جرگی دو ورځې تاوده بحثونه په دې باندې وکړل. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې په سبا ورځې لویه جرګه کې باید ګډون وکړي. با این همه برخ از رهبران سیاسی کشور هنوز هم در حال رایزنی درباره شرکت و یا عدم شرکت در این جرگه هستند. اما شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی سال در حال آمدن به کابل هستند. این بانو که از ولایت جنگ زده غزنی در این جرگه شرکت می کند به این باور است که برای پایان جنگ ها و خشونت ها در کشور باید راه جستجو شود. قسم به حکومت مشوره بتن که هم قانون زیر پا نشه و هم همه یک راه را باز بکنن برای رسیدن به صلح واقعی. اما این عضو لوی جرگه مشورتی سال از چیگونگی برگزاری این جرگه انتقاد میکند و این جرگه را نمادین میداند. متاسفانه آقای اشرفانی کار خاص خود را میکند. آیا 400 زندانی خطرناکتر از اسخانی است؟ برخ از این شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی سال میگویند که درباره برنامه این جرگه آگاهی دهی درست به آنان دادن نشده است. هنوز موضوع با ما مطرح نشده است. ما با کوشش کوسی و دولت داسی مشوره ورکو سدی په هر شکل تکیگی طالبان باید سولی تا کانی که پیش از این طالبان گفتند که این جرگه غیر قانونی است و نمیتواند که از مردم نمایندگی کند. نامزد وزیر وزارت خارجه میگوید که صلح بدون تامین روند مردم سالاری و حقوق بشر برای شهروندان افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود. محمد حنیف اتمر تاکید می‌ورزد که شهروندان افغانستان خواهان حفظ دستاوردهای 19 سال پسین در روند صلح هستند و به گفته وی در غیر آن صلح با طالبان پایدار نخواهد بود. از سوی هم مک ماستر مشاور پیشین رئیس جمهور امریکا پاکستان را پایگاه برای هراس افغانان می‌داند و بر توجه به این معضل تاکید می‌ورزد. باز هم شریف امیری. نگرانی ها درباره آینده روند صلح از سوی نامزد وزیر وزارت امور خارجه در گفتگوی با انستیتوت هاور امریکا هنگام مطرح می شود که کابل برای چگونگی آغاز گفتگوهای میان افغانان در حال تصمیم گیری درباره سرنوشت 400 زندانی جنجالی این گروه است. صلح بدون حقوق بشر، مردم سالاری و دیگر موارد برای مردم افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود.
از سوی هم مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا از وجود مکانهای امن هراس افغانان در خاک پاکستان انتقاد می کند. پاکستان یک کشور هسته‌ای پرجمعیت است که حکومت آمریکا گفته است پایگاه است که هراس افغانان می توانند در امنیت سازماندهی شوند، طرح‌ریزی کنند، پول جمع کنند، سربازگیری کنند، آموزش ببینند و فعالیت کنند. به علت نبودن ظرفیت لازم و یا بیشتر نبودن اراده سیاسی و یا هم ترکیب از هر دو. با این همه آقای اتمر در گام نخست بر تأمین آتش بس بشر دوستانه در گفتگوهای سال با طالبان تأکید می‌ورزد. مورد نخست آتش بس بشر دوستانه خواهد بود. این یک مورد کلیدی است به خاطر که مردم ما هم توسط خشونت ها و هم توسط بیماری فراگیر کووید 19 کشته می شوند. اگر ما روی آتش بس به یک توافق دست یابیم، حکومت افغانستان و همکاران بین المللی ما خواهند توانست که خدمات نجات دهنده در جریان این بیماری فراگیر برای مردم را ارائه کند. از سوی هم نامزد وزیر وزارت امور خارجه افغانستان از امریکا می خواهد که در روند بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان نباید اشتباه شوروی پیشین را تکرار کند. نه ماه از متهم شدن پسر و نگهبانان محمد الماس زاهد مشاور رئیس جمهور غنی به کشتن یک کارمند امنیت ملی می گذرد. اما لوی سارنوالی می گوید که تاکنون این پرونده به آنان نرسیده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از وزارت داخله می گویند که این وزارت توان اجرای قانون بر چهره های حکومتی و زورمندان را ندارد. وزارت داخله و محمد الماس زاهد حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند. خالد نیکزاد گزارش می دهد. یک روز پس از قتل یک کارمند امنیت ملی در ماه عقرب سال پار، خانواده این کارمند امنیت ملی ادعا کرد که پسرشان از سوی پسر و نگهبانان محمد الماس زاهد به قتل رسیده است. آقای زاهد در آن هنگام به طلوع نیوز گفت که این قتل از سوی یک نگهبانش صورت گرفته است و به زودی متهم را بازداشت و به پلیس تسلیم خواهد کرد. اما لوی سارنوالی میگوید که تاکنون پرونده در این باره ثبت نشده است. نفر پیدا میکنیم، پیدا خود پروان است، جای دیگه نرفته. ممکن که ما به زودترین فرصت یا جا هر جایی که باشه، یا کابل است یا هر جایی که باشه، به زودترین فرصت پیدا شد. اگر ادعا بالای پسر شما هم باشه حاضرش میکنید؟ بله، اگر ادعا بالای پسر ما باشه، اگر بالای پسر ما ادعا کنه پدرش وارثش، ما دفعتن حاضر هستم که تسلیمش بکنم. زمانی که عدالت اجتماعی به وجه احسن در جامعه تامین نشه، تاثیرات منفی را در انظار عامه میتونه به وجود بیاره و عواقب ناگواری را فی ما بین دولت و ملت به وجود میتونه بیاره. شهروندان کشور انتقاد میکنند که پلیس توان بازداشت نزدیکان مقام های حکومت را ندارند. بچه غریب اگر قتل کرد و زود واجل کرده در زندان میبره، بچه‌ای که اگر یک زورمند قتل کرد او را آزاد اعلام میکنه تا حالیش که از هم پرسان هم نمیگه. هر سری چه زورواری، هر سری چه قدرتمندی پا در دولت که در آقا سه پشتانه نکیر، آقا با مستقیمن ازاد بید چوک و بس نورده که. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که عملی نشدن یکسان قانون در کشور منجر به افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکردهای حکومت خواهند شد. موږ به همغه خودسریانی د افغانستان په ټولو شارو کې او د افغانستان په سطح به په غټو شارو کې رامنځته سي او د قانون تطبیقول به بیا د ټولو وګړو دپاره ډېر سخت کار. کسایی هست، زورمندای هست که موافقتر از قانون است و ای جای تاسف است، تاثر است. خالد کارمند امنیت ملی پس از مشاجره با فردین پسر الماس زاهد و نگهبانانش با شلیک گلوله کشته شد. وزارت داخله در آن هنگام گفت که این رویداد را بررسی و عاملان آن را بازداشت خواهند کرد، اما اکنون در این باره حاضر به پاسخگویی نیست. مادر یک سرباز جان باخته در ننگرهار از ناداری و بیچارگی در جاده های شهر جلال آباد کتاب می فروشد. این مادر می گوید که فرزندش را طالبان هنگامی کشتند که می خواست به خانه برگردد. وی از طالبان و حکومت می خواهد که صلح کنند و اجازه ندهند که مادران بیشتری مانند خودش بی سرپرست شوند و بر گلیم غم فرزندانشان بنشینند. عبدالحق عمری گزارش می دهد.
نور محمد 28 ساله سرباز ارتش بود. طالبان 6 سال پیش او را در منطقه سرق قلعه ولسوالی چپرهار از موتر پایین کردند و کشتند. سرپرستی خانواده نور محمد از آن زمان تا کنون بر دوش مادر کهنسال اوست. خانواده نور محمد در یک خانه گلی کرایی به سر میبرد. پیلی ویو چه بچی مختب که و چم درس و تعلیم پیوی اما مثال کور زندگی می خپل را جوڑا کم آیا و ایچی شیم پا کور که نو را روان و بچی می ناجوڑا چه دوا و درمن ور تا واخل اما حدی ظالمانو ویشتا. میو سرباز بیچاره مال تا بیچاره مڑی د پختن نشتا دا د کومکون رشی دا خدمتون رشی دا شهید پختن نشتا دا کومک وسیله نلری. خانواده نور محمد میگوید که مرد کلان در خانه ندارند و از همین رو برای دریافت حقوق نور محمد به نهادهای دولتی مراجعه نکردند. جمیله مادر 50 ساله نور محمد هر روز با فروش این گونه کتاب ها هزینه های روزمره خانواده اش را فراهم می‌سازد. خپل زامن می ده دی وطن باندې نزان قربانی کړی ده شهید ګان شوي دي او زه خپله همت دلاسه نه ورکوم دا قرآن شریفونه سپارې زه خپله شکرانه کوم اطمینان ته زه خپله رزق خدای ورکوي. این مادر کهنسال انتظار دارد تا روز سال در کشور تامین شود و از دشواری های کنونی زندگی بگذارد. طالبان نه ده غواړم چې سوله دې موږ سره وکړي. من سره د سوله وکړي چې موږ وطن بېرته خپل وطن شي کلاریدی شي. جنګ نه غواړو، بل هغه نه غواړو، روس نه غواړو، امریکا نه غواړو، بېرته خپل کلمې خوندونه سیشي خپل انتفاق دی یو کړي. در کنار مادر و همسر از نور محمد 4 فرزند نیز بر جا ماندهاند. میان برنامه کوتاه. ادامه خبرها. خانواده های قربانیان جنگ در کندهار خواهان برقراری صلح همیشگی در کشور هستند. خبرنگار تولونیوز در کندهار با آن خانواده های گفتگو کرده است که عزیزانشان را در جنگ از دست دادند و اکنون انتظار دارند تا در گفتگوهای صلح حقوق خانواده های قربانیان جنگ نادیده گرفته نشود. عبدالرزاق برادرش را به نام ناصر که 22 سال داشت و سرباز پلیس بود یک ماه پیش در جنگ ولسوالی معروف کندهار از دست داد. او میگوید که میخواستند پس از عید قربان مراسم عروسی ناصر را برگزار کنند، اما جنگ امیدهای ناصر و خانواده او را به خاک یکسان کرد. خانواده ناصر از طرفهای درگیر جنگ میخواهند که بیشتر از این مردم را به خاک و خون نکشانند. کسول رسید افغانستان دغه ارزوان بس دغه فیسبور غواړي هر یو دغه مور خور پلار اولادونه بچان لري لکه زما ورور چو نو هر یو د کور دغه سی غړي دي او هر یو په کور کې دغه سی پر خپل کورنۍ باندې ګران دي. اختر مو دی، اختر مو په غم لړلی دي، کور کوچنیان ژاړي، موږ د ده په غم سره ډېر سره زهیر شولو چې اوس سوله وو کراري وای په افغانستان کې، نه به دا شهیدان وای نه به دا مړي وای. قدرت الله هم برادر جوانش را در یک انفجار ماین کنار جاده از دست داد. میگوید که برادرش حکمت الله هنگام جانش را از دست داد که از ولسوالی ارغستان به خانه اش در شهر کندهار می آمد. در خوشحال ایچ سال و سی چند بگیر که خدا خوان نسته در برای تای که نزمج در موری خون مور خور بر جاری که تعلیب در موری خون مور خور بر جاری مجغور چه با وانستان که باید سال رسی. در همین حال باشندگان کندهار انتظار دارند تا به جای آتش بس موقت یک آتش بس فراگیر و همیشگی در کشور برقرار شود. مرد نور د حکومت سم د خواهش لري او د طالبان سم د خواهش لري چې نور باید جنگ مر شمول کې بند سي او نور باید مر شمول کې سوله دایمي راسي. په اوربان باندې خو یوازې نه بلکې ټول افغانستان خوشاله کیږي. په ټول افغانستان خلک سول ته تیږي دي. بس خو خدای فاختي تل فاتي سوله راولي د قربان باندې فار مسلمان خوشاله کیږي، افغان خوشاله کیږي، قربان باندې فواکن موږ ډېر خوشاله یو. خانواده های قربانیان جنگ انتظار دارند تا هرچی زودتر مذاکرات میان افغانان آغاز شوند، اما این خانواده ها خواهان پایمال نشدن حقوقشان در این گفتگوها هستند. و در پایان چند رویداد ورزشی ببینید. شب بر همه شما خوش.
بورد کرکت کشور تفاهم نامی هوارکاری زمین ورزشگاه کرکت بهسود ولایت ننگرهار را با یک شرکت خصوصی امضا کرد. قرار است این زمین در مدت 3 ماه با هزینه 12.5 میلیون افغانی از سوی شرکت یاد شده هموار گردد و سپس در مرحله دوم احاطه و چمن آن به داوطلبی داده خواهد شد. سپس در مرحله سوم بعد از دیزاین کاری اعمار ورزشگاه بهسود با تمام معیارات جهانی آغاز خواهد شد. لله الحمد خوخی جیدا چنن لخیر سرغه قرارداد په رسمی ډول باندې امضا کیږي او که خدای کول څنګه چې موبلایزیشن خلاصی سمدستی بل خیر سره مونږ باغی باندې کار پیل کوو. در همین حال شرکت برندی قرارداد از معیاری بودن کارش اطمینان میدهد. دا مسئولیت به ان شاء الله مونږه په خشان باندې ادا کړو. بلټیک شرکت ایز کلا په کوالټی باندې څه کمپرمایز نه کړي. کوشش باز مونږ دای شي په خه کیفیت باندې د کار په وخت باندې ختم کړو. کار ایمار ورزشگاه کرکت بهسود ولایت ننگرهار قبل از این در سالهای پیش چندین بار از سوی مسئولین بورد کرکت افغانستان افتتاح شده بود، اما تا به امروز برای ساخت این ورزشگاه هیچ کار عملی صورت نگرفته است. نمایندگی فدراسیون دوچرخه سواری کشور تازه در ولایت کندهار گشایش یافته است و برای نخستین بار زیر نام جام صلح رقابت‌های رکابزنی را برگزار کردند. در این رقابت‌ها یک روزه 30 دوچرخه سوار فاصله 60 کیلومتر را برابر هم رکاب زدند. قرار است بهترین های این رقابت‌ها به تیم منتخب ولایت کندهار برگزیده شود. تر اوسه پورې کندهار منتخب لوبډله نه درلوده د بایسکل، اوس د دې سیالۍ څخه مدب دادی چې موږ منتخب ټیم جوړ کړو او په زمن کې د ځوانانو ترمنځ د سولې، یووالي او امن یو تصور خلکو ته ورکو، یو پیغام خلکو ته ورکو. به گفته مسئولین آمریت ورزش کندهار، در حال حاضر ولایت های جنوب کشور جوانان کم به ورزش دوچرخه سواری رو آورده است، اما آنان میکوشند تا جوانان را به دوچرخه سواری تشویق کند. موږ مخکې نه منتخب لوبډله درلودل او نه مو کلبونه درلودل. یوازنی ورزش په المپیک کې چې مخ پر وده باندې روان دی زموږ د بایسکل ځغلونې فدراسیون دی. دوچرخه سواران که در این رقابت ها شرکت نموده است حرفوی نیستند، اما میگویند کوشش میکند تا دوچرخه سواری حرفوی را آموزش ببیند. دا مسابقه مو د سولې د یو جام په لار باندې پر مخ اچولې ده. نو دا د ځوانانو افتخار دی. د کندهار شپته کیلومتره مسابقه ده. د تور کوتل څخه شروع کیږي، بیا دغه پورې د رمیل در پله پورې بیا هلته ختمیږي. مسابقه او هدف مو د تختفل در ولسوالۍ پورې دی. 4-5 کاله کیږي انشاءالله چې پخته یو ښه خوند راکوي. این در حال است که مسئولین فدراسیون دوچرخه سواری کشور به مردم زون جنوب کشور اطمینان میدهند کانون میکوشد تا جوانان را به گونه حرفه‌ای در بخش دوچرخه سواری آموزش بدهند. خطافه بازی را بهتر آغاز کرد و در دقایق ابتدایی می توانست به گل اول دست یابد، اما ضربه سرماتا با مهار تماشای هندانویچ همراه شد. اما در ادامه انتر بازی را در دست گرفت و در دقیقه 33 بود که روی پاس عمقی تماشای باستونی روملو لوکاکو در سمت چپ محوطه سوکب موقعیت شد و با یک ضربه زمینی و دقیق گل اول را وارد دروازه حریف کرد. در نیمه دوم خطافه تلاش زیاد برای بازگشت داشت و حتی در اوسط نیمه صاحب یک ضربه پیناتی با هند دیگ گودن شد، اما ضربه مولانیا با بیرون رفت و برتری انتر حفظ شد. در دقیقه 83 بود که ارسال دمبرایزو با دفع ناقص بازیکنان خطافه مقابل کریستن اریکسن قرار گرفت. او با ضربه دقیق گل دوم انتر را نیز به ثمر رساند تا در نهایت انتر با برتری 2-0 روی دور بعد رقابت‌های اروپا شود.